استاد جوان عزیزی پیامک فرستادن به 10251، شمارهشون هم 913، چهار شماره آخرشون هم 2017 هست. عرض کنم که مفصل نوشتن، گفتن که پدر و مادرم با هم اختلاف داشتن، دائم با هم دعوا می‌کردن و برای آخرین بار من طرفداری از مادرم کردم و با پدرم دعوا کردم و برای همیشه خانه رو ترک کردم، از خانه بیرون رفتم. الان گفتن مدتی گذشته و به خاطر این کارم پشیمان شدم، از کار خودم پشیمان شدم. میخواستم ببینم که چه کار باید بکنم، شما به من کمک بکنید و راهکار نشان بدید تا بتوانم مجدد به خانه برگردم. در دعواهای خانوادگی بچه ها نباید دخالت بکنن، یعنی بین پدر و مادر، حتی اگر گاهی حق رو هم دیدن، یعنی میدونن کی مقصره، بله، اعلام موضع کار خوبی نیست. میتونن رفتارشون یه جوری باشه که با ادب و احترام چیزی رو تفهیم کنن، ولی این که بیان پدر رو محاکمه کنن یا بیان مادر رو محاکمه بکنن اثرات خیلی منفی داره. گاهی باعث رنجش پدر و مادر میشه، رنجش پدر و مادر حرامه. آخه بعضی وقتا پدر مادره که با هم دعوا میکنن، مثلا فرزندان رو هم شاهد میگیرن، میگن تو شاهد باش، تو ببین مثلا اینجور مواقع باید بچه ها بی‌طرف باشن، خودشون رو بکشن کنار، و الا پدر میرنجه یا مادر میرنجه و هر دو طرفش ضایعه تربیتی داره. هر چقدر بی‌طرف باشن بهتره، مگر موارد خاص که حالا باید یکی یکی بحث کرد. اگر مورد خاصی بود مشاوره کنن، با یه مشاور مذهبی خبره مشورت کنن، اون نظر بده، اون یه حرف دیگه است. یه نکته. نکته دیگه، ایشون میخواد برگرده، من راه حلش رو عرض کردم. خیلی راحت دستاشو بگیره بالا، به پدر بگه اشتباه کردم. قطعا بدانن عزیزانی که از خانه، خدا نکنه اینجوری بشه، عزیزانی که از خانه فرار میکنن، اولا ولو محیط خانه بسیار هم بد باشه، اگر زندان هم باشه محیط خانه، بیرون از خانه شکنجگاهه. اگر محیط خانه شکنجگاه باشه، بیرون خانه وادی مرگ و نیستیه، مخصوصا دختران جوان. بله، دختران و پسران، ولی خب به ویژه بفرمایید شما دختران. این یه نکته. لذا ایشون کار بدی کرده به عنوان این که حالا محیط خانه بد بوده، یک بین بد و بدتر، بدتر رو انتخاب کرده. راهش هم اینه که برگرده بگه اشتباه کرده. نکته دوم این که اینو بدانن، هر عزیزی که صدای منو میشنوه بدانن که پدر و مادرها همیشه برای برگشتن فرزندانشون به خانه معمولا لحظه شماری میکنن. نمیگم استثنا نداره ها، ولی غالب پدر و مادرها برای برگشتن فرزندانشون به خانه مخصوصا تو اینجور موارد لحظه شماری میکنن، اگرچه در ظاهر به روی خودشون هم نگن. بله، اگرچه ممکنه نگن، مخصوصا این که اگر ما سهم خودمون رو بپذیریم، بگیم اشتباه کردیم، دیگه هم نمی کنیم، هیچ اشکالی هم نداره. میگن آقا ما غرور خودمون رو زیر پا بذاریم. من همینجا عرض میکنم یه بحثی باید کرد در تو غرور جوانان. من پیشنهاد میکنم یه هفته بحثمون اختصاص بدیم به غرور جوانان. خیلی خوبه، چشم شده. این غروری که هی ما میگیم چیه؟ بعضیا فکر میکنن این شخصیته، میگن فلانی خیلی آدم مغروریه و اینم مثبت تلقی میکنن. ما اینو تو فرهنگ دینی نداریم. انسان باید عزیز باشه و این نباید مغرور باشه. عزت غیر از غروره. عزت نفس داشته باشه. بله، عزت غیر از غروره. غرور به این معنایی که امروزه تو جامعه تلقی میکنن، یعنی در هیچ حالی تو نباید کم بیاری. اگر یه جایی هم اشتباه کرده بخواد بگه اشتباه کردم، میگه کم آوردم، غرورم مخدوش شد. نخه، اینی که شخصیت نیست، این یه شخصیتیست که ما برای خودمون ساختیم. عزت نفس غیر از اینه. بسیاری از جاها اگر انسان اعتراف کنه به اشتباه خودش، نه تنها ذلیل نمیشه، بلکه خیلی عزیز میشه. بعد حالا در ادامه، چون در قالب سوالش من این حس هم کردم، ایشون در پیشگاه خدا هم یه جوری شرمنده است. بله، چطور میتونه از اون بابت خیالش راحت باشه و توبهش پذیرفته است؟ بله، این که دیگه خداوند همیشه درهای رحمتش بازه، خداوند که سریع الرضاست. ما از خدا که مهربونتر نداریم. اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله، خدا
مهربونتره یا مادر؟ آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، آقا فرمودن که چه حرفیه به تعبیر من، چه حرفیه میزنی؟ خب معلومه خدا. خب گوش بدید، این عرب برگشت به پیغمبر خدا عرض کرد یا رسول الله، مادر میتونه ببینه من افتادم تو تنور وایسه بالای تنور منو تماشا کنه؟ اون وقت چطور خدایی که مهربان تر از مادر من است میتواند سوختن مرا مشاهده کنه؟ از پیغمبر اکرم فرمود این خدا رو خوب شناخته. جای دیگه چرا ما ناامید بشیم؟ جای دیگه میگن کسی اومد پیش پیغمبر خدا عرض کرد و هو به نفسهی یحاسب، خود خدا محاسبه میکنه یا ما رو دست کس دیگه میده؟ دیدی یه جایی ما میخواییم اون رئیس رو ببینیم، اون اصل کاریر ببینیم، بدونیم اگر اون مشکل ما رو بفهمه حل میکنه، بقیه ممکنه نذارن. جا بعضی جا پیش میاد دیگه. عرض کرد و هو به نفسهی یحاسب، خدا خودش محاسبه میکنه؟ پیغمبر اکرم فرمود بله و هو به نفسهی یحاسب. گفت اگه اینجوریه مشکل ما نداریم. بعدم ولکت رفت. همین که داشت میرفت پیغمبر اکرم فرمود این مرد خدا رو خوب شناخته، خدا که آغوشش بازه برای برگشته به خدا که ما مشکلی نداریم. حالا همین که ایشون دوست داره، ناراحته، به قول شما تو نامش پیداست که پشیمون و نادمه، بله خواهند اگر ببخشن از مجرمی گناهی، اول ذرا نوازن با سوز اشک و آهی. همین که یه مقدار میسوزه، این عنایت خودشونه به ایشون، خواستن دعوتش کردن اینجا گناه بخشن، کوهی به کاه بخشند، بیچاره من که با خود ناورد پرکاری. سوال دیگه‌ای که به دست ما رسیده، جناب آقای برادران، باز جوان عزیزی گفتن که اگر کسی خواستگاری کند از دختر خانومی که خانواده‌اش مخالف باشند ولی دختر خودش موافق است، آیا می شود با ارتباط تلفنی بین این دختر و پسر برقرار شود تا مشکل حل شود؟ بله، اولا این جمله من رو به عنوان یک معیار که ماحصل روایات ما هست و برخی از آیات ما دقت بفرمایید. جوانای عزیز، اگه دختر خانومی نمره خودش 20 باشه از هر جهت، اینم نه در نظر عاشقان، در نظر همه، اگر بر دیده مجنون نشینی سراسر حسن لیلی را ببینی، اگر واقعا نمرش 20 باشه، اگه واقعا نمرش 20 باشه، اینو بسم الله میگم که بیشتر دقت کنم. بعضی ها میگه آقا شما چرا وسط صحبتو که بسم الله الرحمن الرحیم، اشکال نداره، میگیم بسم الله الرحمن الرحیم که حواسا خوب جمع باشه. اگه دختر خانومی نمرش 20 باشه، آقا پسری نمرش 20 باشه، خانوادش خوب نباشن، اون دختر خانم یا پسر بیشتر از 12 نمیگیره. نتیجهش 12 میشه. تازه خیلی ارفاق کنیم، خیلی ارفاق کنیم. لذا عزیزان من دقت کنن، ما بعد از ازدواج بچه هامون به لبخند پدر بزرگ و مادر بزرگ نیاز دارن، به محبت و آغوش باز پدر بزرگ و مادر بزرگ نیاز دارن. یه بار رفتی پارک، دو بار رفتی پارک، سه بار رفتی بیرون، پیتزا خوردی، ساندویچ خوردی، گک زدی، بعدن دلت تنگ میشه کجا میخوای بری؟ یه خانواده با محبت میخوای. ببینید بنده اگر بچه خودم رو، اون دختر خانم آقا پسر اگر بچه شون رو پدر بزرگ مادر بزرگ نوازش کنه دوست داره. شما الان میری تو خانه، اگر ببینی بچه شما رو مادر شما پدر شما تحویل نمیگیره، چه حسی داره؟ ما نیاز داریم به این که خودمون رو و بچه هامون رو پدر و مادرمون تحویل بگیرن، به این ارتباط نیاز داریم. و متقابلن
بچه های ما هم نیاز دارن. حالا بعضی وقتا جناب برادران توجیه میکنن، دختران جوان، پسران جوان، میگه حالا با هم ازدواج میکنیم، حالا این ارتباطه برقرار بشه، بعدا دل پدر و مادر رو هم راضی میکنیم. گاهی با این توجیهات هم ممکنه یه وقتی اتفاقا رضایت بعدا پیش بیاد، اگر فرض بچه ها درست انتخاب کرده باشن. ولی این ریسک و ریسک خطرناکی هم هست. به این راحتی نمیشه گفت مسئله حل میشه با بعدا درست میشه. از کجا معلوم؟ خیلی وقتا این اتفاق نخواهد افتاد. این یک نکته. بعد این که با ارتباط تلفنی چی میخواد حل بشه؟ اگه با ارتباط تلفنی عاشق بشه که مشکلات خودشو داره، باید در ارتباط عشق حرف زد سوا. اگر چنانچه عاشقم نشه بخواد تحقیق کنه، یه جلسه، دو جلسه، پنج جلسه بسه. بقیه ارتباطات تلفنی چیزی جز ابراز عشق و محبت و دوستی های قبل از ازدواج چیز دیگه ای نیست، که اونم بسیار خطرناکه. با جای خود گفتن که اگر مشکلی بین زن و شوهر پیش آید، به نظر شما چه چیزی میتواند آرامش را به خانواده بازگرداند؟ خیلی سوال خوبیه، واقعا سوال عمومیه. خیلی خانواده ها مشکل دارن، نمیدونن چه بکنن. قرآن راه حلش خوب فرموده. به این آیه دقت کنید. اول بذارید اصل موضوع رو عرض بکنم، بعد آیهش رو بخونم. ما یکی دو دقیقه بیشتر فرصت خب اگه یکی دو دقیقه بیشتر وقت نیست، باید بمونه برای فرصت بعدی. فقط پس عنوانش رو اعلام میکنم. برای حل مشکلات باید به بقیه مراجعه کرد. بحث کردن زن و شوهر معمولا بدون حضور شخص سوم معمولا مفسده داره. این شخص سوم کی باشه بهتره؟ اون شخص سوم خبره ایست که برای دو طرف مورد قبوله. که ما به اون میگیم مشاورین خانواده. البته مشاورین عام از مشاورینی هستن، معتمدینی هستن که تو حوزه خانواده تخصص دارن و میتونن نظر بدن. منتاش خانواده های ما از این قصه خوب استقبال نمی کنن. علت شمینه که میگن مگر ما باید، مگر ما دیوونه این بریم مشاوره؟ یه وقتی این حرفو میزنن، یه وقتی هم میگن ما خودمون عقل کلیم. حالا بعضی وقتا کلمه مشاوره را میان اسم در واقع روانشناس هم میزنن، بریم روانشناس مثلا. مگر ما مشکل داریم که بریم سراغ روانشناس؟ در حالی که قرآن پیشنهاد میکنه اگر ان و ان خفتم شقاقا بینهما فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها. اگر احساس میکنید کوچکترین فاصله بین اینجا، نمیگه فاصله، کوچکترین شقاقن بین هما، تازه میگه و این خفتم، احساس کردید، ترسیدید. معلومه خانواده های ما باید جوری تربیت بشن که پذیرش قضاوت شخص ثالث رو داشته باشن، یعنی درمان رو قبل از این که بیماری بیاد. من داشت این آیه نکات خیلی ظریفی داشت میخواستم بگم که دیگه فرصت نیست. خب خیلی متشکرم از شما. شما اشاره کردید به بحث غرور جوانان. سه چهار تا از پیامک هایی که عزیزان فرستادن تاکید کردن که در خصوص این غرور جوانان حتما صحبت بکنید. انشالله. حالا انشالله اگر فرصتی باشه حتما انشالله. در برنامه های آینده این بحث رو هم مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. تشکر میکنم از شما جناب برادران، از توجه و عنایت تک تک شما زائران و مجاوران حرم حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها ممنون هستم. همچنین تشکر و سپاس فراوان از همه شما خانواده های محترم، بینندگان عزیز و ارجمند، شنوندگان گرامی که همراه بودید با برنامه ما. انشاءالله که بخشی از این مطالبی که گفته شد، سوالاتی که طرح شد، پاسخهایی که از طرف جناب برادران مطرح شد، سوالاتی باشه که شاید شما هم باش درگیر باشید و مورد در واقع ذهن شما رو هم مشغول کرده باشه و پاسخش رو انشاءالله از این برنامه گرفته باشید. از توجه و عنایتتون ممنون هستم و بهتون قول میدیم که در جوار حرم حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها نائب و زیاره همه شما خواهیم بود. التماس دعای خیر داریم. زمزم دل ترنمه، نام تو ای وجه خدا، زمزمه لسانش ز زمزمت جلوه گر است، چشم امید اولیا بر تو بود روز جزا، شفاعت از منزلت مکرمت جلوه گر است، کریمه آل ابا، شهیده راه رضا،
قربت آل مرتضا ز ما تمجل بگرد کریمه آل ابا شهیده راه رضا قربت آل مرتضا ز ما تمجل